بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ازواجه وذريته اجمعين بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سال نو هجری را به همه شما تبریک میگم امیدوارم که سال خوبی باشه پر از خیر و رحمت برای تک تک هممون برای همه مسلمون ها سال خیر و رحمتی باشد بتونیم در این سال استفاده بهتری از عمرمون ببریم امید هست تبریک گفتن به سال نو هجری جزء عادات هست عبادات نیست کس اینو جزء عبادات نمیدونه به این خاطر هیچ اشکال نداره که تبریک گفتن سال نو هجری در برنامه امروز ما به حوادث مهمی که در ماه محرم رخ داده مهمترین حوادثی که در طول تاریخ اسلامی رخ داده حوادث بسیار زیاد هست بالاخره یک امت هست یک امتی که خلاصه به یک سرزمینی نمیشه بلکه شامل مناطق بسیار واسع و گسترده‌ای هست و چندین قرن هم هست این امت بدین خاطر حوادثی که برای امت پیش میاد کم نیست بسیار زیاد هست اما ما بعضی از این حوادث رو با هم مورد بررسی قرار میدیم اولین حادثه خب با اینکه امکان داره بگید که چه ارتباطی داره نجات موسی علیه السلام هست و هلاکت فرعون در این ماه محرم هست خب قبل از این ماه محرم یکی از ماه چهار ماه حرام هست که خداوند در قرآن ذکر فرمودن که ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم که ماهای سال 12 تا هستند که 4 تا از اون فرمودند که حرام هستند خب این 4 حرام 3 ماه که پشت سر هم و متوالی است و 1 ماه که ماه رجب هست جداست ذوالقعده و ذوالحجه و محرم 3 ماه پشت سر هم هست و 1 ماه هم که ماه رجب هست پس ماه محرم از ماه‌های حرام هست که در این ماه جنگیدن ممنوع هست ابتدا یعنی شروع کردن جنگ ممنوع هست مگر اینکه یک جنگ خب ادامه داشته و وارد ماه حرام میشه در این صورت خب اشکال نداره حال هوا این خیلی خلاصه در ماه در بارنه ماه حرام اولین حادثه گفتیم که پیروزی حضرت موسی علیه السلام هست تونست بنی اسرائیل رو نجات بده از فرعون و فرعون هلاک شد خداوند او رو در و سربازانش در برابر چشمان موسی و بنی اسرائیل غرق کرد همطور که قرآن میفرمایند که و انتم تنظرون یعنی شما داشتید میدیدید که ما چگونه آنها را هلاک کردیم در سوره مبارکه بقره میخونیم که و اذ انجیناکم آیه را اگه من انجیناکم من آل فرعون یسومونکم فانجیناکم و اذ فرقنا بكم البحر میتونیم آیه رو با هم دیگه ببینیم و اذ نجیناکم من آل فرعون فرمودن که چه بلاهایی سر شما که نمی آوردن و بعد فرمودن که و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون دریا را شکافتیم شما را نجات دادیم یعنی شما تونستید از دریای سرخ رد شوید و بعد که شما بیرون رفتید فرعون و فرعونیان هم میخواستن که پشت سر شما بیان ما اونها را هلاک کردیم و اغرقنا آل فرعون فرعون و فرعونیان همه
کسانی که همراهش بودن غرقشون کردیم و انتم تنظرون و شما میدیدید در برابر چشمانتون بود. ممنون اتاق فرمان. پس این روز روز بسیار مهمی است. پس این ماه ماه بزرگی است که یکی از دشمنان بزرگ خدا که چگونه با بندگان خدا رفتار میکرد، آنها را به ذلت خاری کشانده بود، همطور که فرمودند که شما را بدترین عذاب میچشانید، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان پسر رو ذبح میکردن، میکشتن و دختران را زنده نگه میداشتن برای کارهایی که نیاز داشتن دیگه. و در جاهای دیگه خداوند در مورد فرعون میفرماید که فساد زیادی داشت، انه کان من المفسدین، از مفسدین بود. کسی که ادعای خدایی کرد و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم، مردم را براشون طبقات اجتماعی قرار داده بود. خب این بنی اسرائیلی است، این قبطی است، این فلان هست و هر کدام هم مزیت داشتن، شهروندانش چند درجه بودن. قرار دادن شهروندان و دستبندی آنها بدین صورت یک عمل فرعونی است. خب فرعون هلاک می شود، در این ماه محرم بوده. پس اولین حادثه مهم در تاریخ اسلامی نجات موسی علیه السلام هست و هلاکت فرعون. حالا تاریخ اسلامی بله، چون ما که به همه انبیا ایمان داریم، یکی هستیم و انبیا دعوتش هم یکی بوده. ما به موسی علیه السلام ایمان داریم و اونو پیامبر خدا میدونیم و کتابی که بر اون نازل شده قبول داریم. الان اگه کتاب دچار تغییر و تحریف شده باشه بحث دیگری است، ولی به اصل نبوت او و به اصل کتابی که بر اون نازل شده ما ایمان داریم. و اگر کسی به یکی از پیامبران خدا ایمان نیاورد که مسلمان نیست، کافر میشه. حادثه دوم در اواخر محرم سال 7 هجری هست، یعنی ابتدای سال هجری میشه دیگه، اواخر محرم سال 7 هجری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میره به خیبر و بعد از خیانتی که میکنن دیگه و بعد از صلحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قریش بستند در صلح حدیبیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر پاکسازی مدینه و اطراف مدینه میرن به خیبر. و خیبر خب قلعه قلعه بود، یک فقط یک قلعه نبود که چندین قلعه بود و قلعه قلعه رو فتح کردند. از مدینه که بیرون رفتند، نمیله ابن عبدالله لیسی را به عنوان جانشین خودشون در مدینه قرار دادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفرهای متعددشون وقتی می رفتن بیرون برای غزوه بود، وقتی در مدینه نبودن کسی را تعیین میکردن که امور مدینه را به عهده داشته باشه. در این غزوه که به طرف خیبر رفتند، نمیله ابن عبدالله لیسی را به عنوان جانشین خودشون در مدینه قرار دادن. یعنی این نیست که بگیم اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد دیگه میشه بعد در موردش گفت که بعد از پیامبر هم جانشین هست، یا اینکه حق داره ادعا کنه که خب منو پیامبر یک بار جانشین خودش قرار داده پس من باید خلیفه باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد گوناگونی را، حتی عبدالله ابن ابی ابن مکتوم که نابینا هم بود، بر مدینه به عنوان جانشین خودشون قرار داده بودند. سال 12 هجری در زمان خلافت خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه، جنگی که بین مسلمان ها و پادشاهی فارس رخ می دهد.
فرمانده مسلمان ها خالد ابن ولید هست رضی الله عنه، و فرمانده سپاه فارس هرمز هست. این جنگ، جنگ ذات سلاسل هست، زنجیرها، چرا که سربازان فارس، سربازان هرمز میان خب خودشونو در مجموعه هایی به زنجیر میبندن که در برابر مسلمان ها فرار نکنن. در ابتدای جنگ هرمز از خالد میخواد که جنگ تن به تن داشته باشن، و هرمز به کسان دیگه اطرافیانش گفته بود که وارد جنگ تن به تن شدم، شما هم بیایید و به خالد حمله کنید تا کشته شود، فرمانده مسلمان هاست دیگه. به این صورت میخواست خیانت کنه که خالد خودش هم تونست از خودش دفاع کنه، به اضافه اینکه قعقاع بن عمرو تمیمی هم اومد به کمکش و تونستن هم هرمز کشته شود و هم تعداد بسیار زیادی از سربازانش کشته بشن، چرا که دیگه خودشون هم در زنجیر بسته بودن، دیوانگی محض هست. خب تو دست و پاتو بسته، چطوری میخوای آزادانه حرکت کنی؟ از ذات السلاسل هست. حالا حتی بعضی‌ها گفتن که علتش این بوده که خود هرمز به خاطر اینکه سربازانش فرار نکنند این کار رو انجام داده بوده. به هر حال یک فکر بسیار عجیبی است، یعنی دور از عقل و منطق و خرد هست. پس این در محرم سال 12 هست. در سال 13 هجری، سال 12 پس پیروزی مسلمان ها بر لشکریان فارس، امپراتوری فارس به فرماندهی هرمز بود در ذات السلاسل. در سال 13 هجری باز در محرم خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خالد ابن ولید رضی الله عنه نامه می نویسند که با رسیدن نامه به تو عراق و رها کن، و با بعضی از نیروهای زبده خودت که با تو بودند برو به طرف شام. با ابو عبیده که جمع میشید برید پیش ابو عبیده و شما هم فرماندهی را به عهده خواهید داشت. سال 13 هجری پس فرماندهی خالد از عراق منتقل میشه به شام، اون معرکه مشهور یرموک دیگه پیش میاد. در سال 14 هجری در زمان خلافت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه، بعد از اشتباهی که فرمانده مسلمان ها در جنگ جسر، در جنگ پل میکند و فرمانده امپراتوری ایران خیانت میکنه، اجازه نمیده که مسلمان ها از پل رد بشوند و فوری حمله کردند و خیلی ها کشته شدند و شکست خوردند. در سال 14 هجری خب در سال همون معرکه جسر ابو عبید ابن مسعود ثقفی به شهادت میرسه. بعد از این حضرت عمر میفرماند که والله لأضربن ملوک العجم بملوک العرب، جنگ پادشاهان را خواهم انداخت، پادشاهان ایران و پادشاهان عرب. پادشاه عرب کی انتخاب میکنه؟ سعد بن ابی وقاص، اونو به عنوان مثل یک پادشاه میدونست. دقت کنید حضرت عمر رضی الله عنه فراست داشتن، افراد خودشون میشناختن، و بعد احترامی که برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قائل بودن، برای این بزرگان اونو به عنوان مثل یک پادشاه میدونه، یعنی اون هیبتی که داره، اون قدرتی که داره، برنامه ریزی که میتونه کنه. بدین خاطر امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه در سال 13
موقع حج اعلان میکنه که بیان هم برای حج و هم که بعد از حج آمده شان برای این جنگ. این جنگ الان میشه جنگ صرار، تقریبا جنگ صرار. خب که دیگه جمع میشن و با فرماندهی سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه در قادسیه به پیروزی میرسند. در قادسیه دیگه اون انتقام شکست قبلی رو خوب میگیرن. یعنی شکستی، تنها شکستی که داشتن مسلمان ها اینجا بود، در همون معرکه جسر یا پل بود، و در قادسیه که تونستن دیگه بسیار از فرماندهان کشته بشوند، من جمله خود رستم بود کشته شد یا فرار کرد به هر نحو. بالاخره جنگ عقیده هست دیگه، اینها بر اساس ایمان و عقیده‌ای که داشتن می‌جنگیدن. برخلاف انسان زمانی که به خاطر دنیاست، اعتقادی نداره، زود شکست می‌خورد. برای چی بجنگه؟ برای چی کشته شود؟ و علت پیروزی مسلمان‌ها این بوده و خداوند هم دائما اینو مسئله می‌فرماند. و حتی حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که سربازانشون رو می‌فرستند به فرماندهان، همیشه این توصیه را داشتند که فرق شما با اونها فقط در ایمانتون هست، در تقواتون هست. اگه اینو کنار بذارید شما شکست میخورید، شما تعدادتون کمتر هست، شما دیگه از طرف خداوند هیچ گونه کمکی نمیشید. الان پیروزی شما به خاطر این است که در راه خداست، به خاطر دین خداست، برای آزاد کردن انسان هست، برای رساندن دین خدا، پیام خدا به مردم هست. اگه شما از این دست بکشید، دیگه تقوا نداشته باشید، گناه کنید، شکست میخورید، کمتر هستید، تعدادتون کمتر است. همیشه در جنگ ها تعداد مسلمان ها کمتر بوده، اما پیروزی با اونها بوده. علتش همون ایمانشون بوده، تقواشون بوده. هر وقت هم که دست از ایمان و تقوا کشیدیم شکست خوردیم. محرم سال 16 هجری، وفات ماریه، مادر ابراهیم، فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پادشاه مصر اون هدیه فرستاده بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ماریه را به عنوان ام ولد حساب میاد دیگه. ابراهیم که در سال هشتم اگه اشتباه نکنم متولد میشه و سال دهم هم وفات مییابد. که در سال 16 محرم سال 16 هجری وفات مییابد و امیرالمؤمنین عمر هم برش نماز میخوند و در بقیع دفن میشود. سال 24 هجری به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین عثمان ابن عفان هست رضی الله عنه، بعد از شهادت حضرت عمر، امیرالمؤمنین عمر توسط فیروز که همون مشهور به ابی لؤلؤه هست، در 23 ذی‌الحجه به شهادت میرسه و بعد تا زمانی که جانشین تعیین میشود، شور و مشورتی که میشود، رایزنی هایی که میشود، در نهایت امیرالمؤمنین عثمان به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب می شود. اواخر محرم سال 37 هجری صلحی که بین امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه با معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما بسته شده بوده شکسته میشه. محرم سال 60 خب یک فاجعه بزرگی رخ میده، شهادت نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم حسین ابن علی رضی الله عنهما است که فاجعه بزرگی است در تاریخ اسلامی و
زلزله هایی که بعد از اون داشته و مصیبت هایی که پیش اومده، افکار منحرفی که پیش میاد و سوء استفاده هایی که شده از این شهادت، هنوز ما داریم میبینیم و بر تاریخ اسلامی سایه انداخته و یه لکه ننگیست از هر لحاظ، هم شهادتش و هم سوء استفاده‌ای که میشه و کارهایی که انجام گرفته میشه به عنوان سوگواری و نوحه و عزا، یه لکه ننگیست در هم تاریخ اسلامی هم در فکر اسلامی و کارهایی که انجام میشه بدور از عقل و منطق و خرد هست، به مخالف قرآن هست، مخالف راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همه اینها، این چه سوی استفاده‌ای که از این شهادت شده و چه خود اصل این ظلمی که به نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، خیانتی که سبعی ها میکنن و حضرت حسین رو میکشونن به صحرای کربلا و اونجا به شهادتش میرن. حالا صحبت خواهیم کرد انشالله بعدا، فقط به عنوان حوادثی که رخ داده در تاریخمون. الان چیزهای خوبی بود جز اون شهادت حضرت عمر رضی الله عنه که بار دیگه توسط یک مجوسی رخ میدهد، و الان در محرم سال 60 شهادت نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، مظلومانه اونو به شهادت میرسونه. سال 65، این که بعد از خلافت، بعد از وفات یزید، پسرش معاویه دوم به عنوان جانشین انتخاب میکنه. معاویه انسان بسیار صالحی بوده، کنارگیری میکند تقریبا و بعد، یعنی حالت کنارگیری، بعد وفات مییابد. با وفات او، یا حتی میگیم که با وفات خود یزید هم، عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما باش بیعت می شود به عنوان امیر المؤمنین، به عنوان امیر المؤمنین. معاویه دوم در سال 63 وفات می یابد. بعد از وفات معاویه دوم هم بیت اموی دچار ریزش میشه، دچار اختلاف میشن و هم خود امت هم بار دیگه بیشتر گرایش داشتن به عبدالله بن زبیر و بیشتر شهرها با او بیعت میشود. از جمله کسانی که در ابتدا با اموی ها بودن و الان با عبدالله بن زبیر هستن باش بیعت کردن، قیس، قبیل عرب قیس هستند که در مصر سکونت داشتند به فرماندهی ضحاک ابن قیس الفهری. اینها دو دسته بودن، خب قیسی که در مصر بودن و قیسی که در یمن مونده بود. اونا که در یمن بودن به حساب عرب یمنی ها بودن، با بنی امیه موندن. اونا که در مصر بودن با عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما بیعت کردن. در جنگی که بین مروان بن الحکم به عنوان الان خلیفه امویست، الان هنوز به عنوان امیر المؤمنین هم نیست، بلکه به عنوان خلیفه امویست، شام رو در دست داره فقط. یعنی تقریبا میبینیم که تمام شهرهای عالم اسلامی بیشترش با عبدالله بن زبیر بیعت میشه، میمونه شام و بعضی جاها که همون زیر سلطه اموی هاست. مروان بن الحکم قدرت رو به دست میگیره و اجازه نمیده که قدرت از اموی ها به در برود و وارد جنگ های میشود به تدریج تا زمانی که عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما به شهادت میرسد. در مرج راهق، جنگی که رخ میده بین مروان بن الحکم و ضحاک بن قیس، مروان بن الحکم بر ضحاک بن قیس پیروز میشه.
در محرم سال 65 هجری، محرم سال 127 هجری یک فاجعه دیگه رخ میده، اونم برای اهل بیت. بار دیگه خیانت کوفی هاست. اهل کوفه اهل غدر و خیانت بودن. با حضرت علی این کار کردن، با حضرت حسن، و بعد چگونه حضرت حسین رو به شهادت رسوندن، و بعد چگونه حتی زید ابن حسن رو چگونه بهش فریب زدن، و بعد او اونها رو به عنوان روافض معرفی کرد. یعنی اهل غدر و خیانت در طول تاریخ بودن. اینها بودن دیگه. حقیقتا خواهیم دید یک مراجعی هست برای اون چیزی که در چند سال قبل، دو سال قبل فکر کنم مطرحش کردیم، که نامنگاری هایی که این سبعی ها داشتند به اسم بزرگان کوفه، و بزرگان کوفه هم خبری نداشتند و انکار میکنند، و بعد چگونه حضرت حسین رو به شهادت رسوندن. الان عبدالله ابن معاویه، ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب در کوفه قیام میکنه. سال 127 هجری است. قیام میکنه و خود را به عنوان خلیفه معرفی میکند. فریبی که شیعیان بار دیگه بهش میدن، فریبش میدن که ما با تو هستیم. موقع جنگ فرار میکنن، اکثریتشون موقع جنگ فرار میکنن، که تنها بنی ربیعه میمونند و زیدی ها. اینها با اون ایستادند، این دو قبیله جنگیدن، مقاومت کردن، در پایان صلح کردن. صلحشون این بود که امان رو برای خودشون گرفتن، هم برای خودشون و هم برای عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. از ابراهیم امان از کی گرفتن؟ از ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک. گفتن که هر جا خواستید برید. ولی خیانتی که بار دیگه شیعیان کوفه داشتن در طول تاریخ، هیچ کسی مثل اهل کوفه نسبت به اهل بیت خیانت نکردن و جنایت نکردن. یعنی انتقام و کینه که داشتن به اهل بیت، اهل کوفه عجیب کینه داشتن به اهل بیت. قانع نمیشدن، راضی نمیشدن که حالا یکی را کشتیم بسه. اینا میخوان انتقام از رسول الله صلی الله علیه وسلم بگیرن. علی، حسن، حسین، زید، فلان، همه تا میام الان سال 127 هجری است، باردی میان میخوان از این هم دیگه اهل بیت هستن دیگه، فرزندان جعفر، از خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم هستن. اینا فقط میخوان انتقام از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرن. هدفشون این بود، هدفشون این بود که به هر نحوی شده از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقام بگیرن. سال 187 در زمان خلافت هارون الرشید خلیفه عباسی، به عنوان مقتدرترین خلیفه عباسی که در زمان او امپراتوری اسلامی در اوج قدرتش بود، دستور میده جعفر ابن یحیای برمکی به قتل برسه. خب میبینیم که بعد از اینکه یحیای برمکی و فرزندانش چه مقام و منزلتی داشتند در درگاه هارون الرشید، چه قدرتی داشتند، چه موقعیتی برای خودشون درست کردن، چه بذل و بخششی داشتند، چقدر نیرو برای خودشون، نیروهای خاص برای خودشون داشتن، همه اینها
خب نهایتا هارون الرشید دیگه متوجه میشه نمیشه دو تا حکومت باشه، یا این امیرالمومنین باشه خلیفه باشه، اونها هم این همه قدرت داشته باشن، این همه اموال و ثروت اندوخته باشن، مثل دولت هستن برای خودشون، یک دولتی هستن. خب دستور به زندانی شدن و جرمهایی که دی بعد مرتکب شدن، حالا هر چی دست کاری که میکنه الان جعفر ابن یحیای برمکی، یکی از زندانی ها رو آزاد میکنه. زندانی کی بوده؟ زندانی هم شخصی بوده که از اهل بیت هست و بعد شورش کرده، قیام کرده بوده و دستگیر شده بوده. یحیی ابن برمکی، جعفر ابن یحیای برمکی دستور آزاد شدنش میده. کسی که دستگیر شده بوده این زندانی، یحیی ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن طالب هست. خاندان فرزندان علی ابن ابی طالب، شعبه حسن رضی الله عنهم اجمعین، همیشه اهل انقلاب و قیام بودن، برخلاف فرزندان حضرت حسین رضی الله عنه که دیگه هیچ کدامشون بعد از شهادت پدر یعنی حضرت حسین هیچ کدامشون قیام نکردن، اهل قیام نبودن. برعکس فرزندان حضرت حسن بودن که قیام میکردن، به این خاطر میگفتن که خب اگه بحث رهبریت باشه، رهبریت مال کسی است که قیام کنن. اینجا هم یحیی ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن طالب زندانی بوده، جعفر ابن یحیی دستور میده آزادش کنن و این سبب میشود که هارون الرشید دستور میده که جعفر کشته بشه. خب بحث زیادی است در مورد برمکی ها و قدرتی که داشتن. جنگ های داخلی الان محرم سال 2000 هست، ببخشید 200 هست، 200 هجری، محرم سال 200 هجری، محمد ابن ابراهیم علوی خب قیام کرده بوده، از اهل بیت هست، بر علیه کی؟ مأمون. در کجا؟ در کوفه. خب اینها در سال 199 هجری در جمادی الاخره موفق میشن کوفه را به دست بگیرن، برای چند ماه هم در دست داشتن دیگه، که فرمانده لشکر محمد ابن ابراهیم علوی که اسمش ابو السرایا السری ابن منصور شیبانی بود تونست خب کوفه را به دست بگیره. اما در محرم سال 200 مأمون لشکری میفرسته میتونه بار کوفه را به دست بگیره، که خب علوی ها و فرمانده لشکرشون ناچار میشن کوفه را ترک کنه. این جنگ های داخلی است. دقت کنید وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که آن یک گروزی است، 12 خلیفه میان که امت برایشون اجتماع میکنن، یعنی یک خلیفه هست دیگه، جنگ های داخلی نیست، یک خلیفه، باسم یک خلیفه، باسم یک خلیفه خود بخوانده میشود. میبینیم که تقریبا تا اواخر عهد اموی ها این گونه بود، بعد از اون دیگه این انحلال قدرت و یک پارچگی و هماهنگی مسلمان ها از بین میره. و بعد میبینیم که بله چندین حکومت هست دیگه، حتی در زمان هارون الرشید میبینیم که در اسپانیا جاهای دیگه خودش حکومت خودشو داره، مستقل داره. اموی ها که اونجا بودن، به اونجا فرار کرده بودن، در اونجا حکومت داشتن. این پس این 12 خلیفه که امت برش اجتماع میکنند، یعنی یک حکومت بود، یک حکومت مرکزی کلن.
و به اسم یک خلیفه بود، هم یک خلیفه بیشتر وجود نداشته. تا تقریبا اواخر عهد اموی ها ادامه داشته که دیگه اموی ها که دچار ضعف میشند دیگه از هم پاشیده میشه. این 12 خلیفه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، حالا اسمشون و فلان فلان قبلا صحبت شده کاری ندارم. در سال 202 هست که بزرگان عباسی، بیت عباسی، مأمون را از خلافت عزلش میکنند. مأمون عباسی فرزند هارون الرشید رو عزل میکنند و با عموی مأمون ابراهیم ابن المهدی، ابراهیم ابن المهدی که ملقب به المبارک بود، به عنوان جانشین و خلیفه تعیین میکنند. علت چی بود؟ حالا جالب هست، گفتن که مأمون خلافت را بعد از خود به علوی ها، علوی ها کیان؟ یعنی فرزندان حضرت علی دیگه، عباسی ها فرزندان حضرت عباس، علوی ها فرزندان حضرت علی، عباس عموی حضرت علی است. خب الان قرن سوم هستیم، سال 202، ابتدای قرن سوم هستیم. مأمون رو عزل میکنن به خاطر چی؟ گفتن که اومده ولی عهدش از علوی ها انتخاب کرده و دختر خودش هم به عقدش در آورده، علی ابن موسی الکاظم، علی ابن موسی که فرزند جعفر صادق رضی الله عنهم اجمعین، براش هم بیعت گرفت و همچنین محمد ابن جواد ابن علی هم دختر دیگه شو بهش داد، بعد محمد ابن جواد ابن علی در آورد و دستور داد. شعار عباسی ها سیاه بود، رنگ سیاه بود، که این شعار رو عوض کنید و به شعار علوی ها که سبز بود تبدیل کنند. اینجا بود که خاندان عباسی ها بزرگانشون مأمون رو خلع میکنند و عموش ابراهیم ابن المهدی رو به عنوان خلیفه تعیین میکنند. سال 656 هجری، 10 محرم، سقوط بغداد هست توسط مغول‌ها. تاتارها به فرماندهی باجو که یکی از فرماندهان هولاکو بود، خب تونستند لشکر عباسی ها را از طرف غرب بغداد شکست بدن. طرف شرق مقاومت کردن تا تاریخ تقریبا 19 دهم سقوط میکنه این قسمت غربی، تا تاریخ دهم و تا 19 قسمت شرقی دفاع میکردن، تا اینکه خود هولاکو هم وارد میشود و کلن شهر رو دیگه غارت میکنن، از بین میبرن، چقدر کشت و کشتاری که کردن. سال 609 هجری داریم، ببینیم که مسلمان ها کجا بودن؟ اسپانیا و خیلی از اون پرتغال و از این کشورهایی که از اون به عنوان اندلس یاد می شده و الان مثلا اسپانیا هست، پرتغال هست، این کشورها همه زیر سلطه مسلمان ها بوده، اموی ها، زیر سلطه اموی ها بوده. قرطبه یکی از شهرهای مهم اسپانیا بوده که در زیر سلطه مسلمان ها بوده، ناچار میشن از قرطبه عقب نشینی میکنن، میان به طرف غرناطه.
علت این عقب نشینم شکستی که در جنگ عقاب یا عقاب داشتن شکست میخورن. خب ملوک و طوایفی بوده. حالا در تاریخ اندلس خب ظلم هایی شده به مسلمون ها، به خصوص زمانی که ملوک و طوایفی بودن، خوبی هایی داشتن، بدی هایی هم داشتن. خب بزرگترین بدی این بوده که ملوک و طوایفی بودن دیگه، وحدت نداشتن و این سبب شد که مسلمون ها اندلس از دست بدن و چقدر مسلمون ها کشته بشن، دادگاه های تفتیش عقاید تشکیل بدن، مسلمون ها را ناچار میکنن، مخیر میکنن بین دو چیز، اونهایی که مونده بودن، یا اینکه باید از اسپانیا برن بیرون یا اینکه باید مسیحیت رو قبول کنن، یکی از این دوتا. اگر این دو دستگی، این اختلاف، این ملوک و طوایفی نبود، خب اونجا حفظ میشد. اما این دیگه سنت و قانون خداست که فرمودن که و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. عدم اطاعت از خدا و پیامبر و بعد اختلاف، نتیجهش این میشه که انسان دچار فشل میشود، شکست میخورد، اون قدرتی هم که داره از دست میده، اون هیبتی که داره، اسمی که داره، همه از دست میده. اون موقعیتی که مسلمون ها در اندلس داشتن، در اسپانیا و پرتغال و اون کشورها، همه به خاطر این اختلاف از دست دادن. در سال 648 هجری در شهر منصوره در مصر اروپایی ها حمله می کنند به مصر، به منصوره در 648 هجری، 1250 میلادی میشه. در این جنگ مسلمان ها پیروز میشن، در این جنگ پیروز میشن و ما هر وقتی بر میریم و هی از اسلام، از قرآن، از خدا، از سنت رسول هم دور میشیم، شکست هامون هم بیشتر میشه، بحران هامون زیادتر میشه. خب و جنگ های بحث سقوط مصر هست توسط ناپلئون. در یه چیز جالبی است، در سال 1215، یعنی تقریبا دو قرن پیش، ما داریم 21 محرم سال 1215 هست، این جنرال فرانسوی هست کلیبر که فرمانده لشکر فرانسوی هاست در مصر، توسط یک جوان سوریه‌ای که در ازهر درس می‌خوندن به اسم سلیمان حلبی کشته میشه. کلیبر خب جنایت زیاد داشتن فرانسوی ها، در هر جا رفتن جز جنایت چیز نداشتن، چه در آفریقا بود، در هر جا که رفتن همه جنایت، کشت و کشتار. الان خودشون به عنوان به حساب آزادی خواه و دموکراسی خواه اینها جا زدن، الان هم خب جنایت های خودشون رو دارن و به غارت بردن منابع طبیعی کشورها رو دارن. کلیبر خب مرتکب جنایت های شده بود در مصر، خیرها وقتی که مردم قیام میکنند و به دستور او به گلوله بسته بودن، کشته بودن، که سلیمان حلبی موفق میشه این جنرال را و فرمانده کل نیروهای فرانسوی در مصر رو بکشد، دستگیر میشود. حال دقت کنید چگونه از سلیمان حلبی انتقام میگیرد. اول گفتن دست راستش باید سوزانده بشه، بر چوبیش کردن گفتن بعد بسوزونیمش تا کلن خاکستر شود. الان جمجمش هست سلیمان حلبی.
و این دادگاه حکم میکنه که 4 نفر دیگه که در ارتباط با سلیمان حلبی بودن، میشناختنش و میدونستن که سلیمان این کار میخواد انجام بده، هم اعدامش کردن. این از خلاصه حقیقتا بگیم از حوادثی که در ماه محرم رخ داد. در ماه محرم در سالهای مختلف از تاریخ اسلامیمون، با اینکه گفتیم حوادث خیلی زیاد هست، اما اینها بعضی از این حوادث بود. حوادث همیشه درش تلخی هست و شیرینی هست. امتها دیگه همیشه اینگونه هستند. حتی زندگی فردی خودمون هم درش تلخی ها و شیرینی ها هست. امت هم در طول حیاتش، زندگیش، تلخی ها داره، شیرینی ها داره، شکست ها داره، پیروزی ها دارد، بحران ها دارد، بیرون اومدن از این بحران ها آرامش داره، درگیری هاست، امکان داره درگیری های داخلی پیش میارن. ستون پنجمی که همیشه در امت هست، درگیری هایی که به وجود میاره، همه اینها یک امت هست دیگه، یک امتیست، امت بزرگی که تغییر و تحول در جهان به وجود آورد و به عنوان آخرین امتیست که خدا برگزیده و بعد از این امتی نخواهد اومد. و این امت خدا اونو انتخاب کرده برای رهبری جامعه بشر تا زمانی که این رهبریت رو به عهده داره. بشریت هم در امن و امان و آرامش و پیشرفت هستن، انسانیتشون حفظ میشه. وقتی که این امتی که برگزیده شده بودن خدا، یعنی بر اساس چگونه برگزیده شدن که به دین خدا، به دستورات خدا عمل میکنن، وقتی که دور شدیم، هم خودمون ضرر کردیم و هم بشریت کلن دچار خسارت و زیان شدن. به جنگ های جهانی اول دوم نگاه کنید، به جنگ های صلیبی که راه انداختن، چقدر ظلم میکنن به مردمان دیگه، به کشورهای دیگه، چون یک فکر مادی است، براشون هیچ چیزی مهم نیست، کشتن انسان ها براشون مهم نیست، آه و ناله و زاری انسان ها براشون مهم نیست. از ضرری که جامعه بشری داشته از اینکه مسلمان ها الان به دور هستند از رهبری جهان، دودش به چشم همه ما خورده، ضرر داریم میکنیم. خب خلیفه عباسی الامین، نکنید هارون الرشید دو پسر داشتن، مأمون و امین، که سفارشی که هارون الرشید داشت این بوده که ابتداعا امین خلیفه میشه و بعد از او برادرش مأمون. مأمون در خراسان بوده، خراسان بزرگ، این الان خراسانی که الان در کشور خودمون هست این مقصود نیست. خب این منطقه کوچیکی است به نسبت وقتی خراسان بزرگ میگیم، که شامل خب خیلی کشورهای دیگه هم میشه. الان در اونجا حضور داشتن، به عنوان فرمانده در اونجا بودن، حاکم در اونجا بودن. سال 193 وقتی که هارون الرشید وفات می‌یابد، فرزند بزرگترش امین به محمد الامین به خلافت میرسه. اما امین میاد چیکار میکنه محمد الامین؟ خلافت را ولیعهد و فرزند خودش موسی قرار میده که باعث ناراحتی مأمون میشه. یک جنگ 5 ساله‌ای در بین خودشون رخ میدهد تا اینکه در نهایت مأمون موفق میشود برادر خودش امینو شکست بدهد.
البته مأمون تونسته بود خب خود را به عنوان یک انسان خوبی بوده، عدل و در بین رعیتش مردمانش اجرا می کرده. الاتحال این جنگ های داخلی دقت کنید چگونه اون هیبت دولت اسلامی را از بین می بره و چگونه باعث می شود که جلو پیشرفت های یک جامعه گرفته شود. و همچنین خیلی جالب است در سال 149 هجری در زمان خلیفه عباسی منصور هست. الان بار دیگه کسی قیام کرده بر علیه عباسی از اهل بیت هست، فرزند نوه حضرت حسن هست، علی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن مجتبی، بهش میگن که الحسن المثلث، سومین حسن، یعنی علی ابن الحسن ابن الحسن مثنا، دومین حسن، ابن الحسن حسن مجتبی، حضرت حسن رضی الله عنه. سه تا حسن پشت سر هم، پدر بزرگ حضرت حسن نوه رسول الله، فرزندش حسن هست، بار دیگه فرزند حسن، حسن هست، سه حسن هستن. منصور عباسی دستور میده به خب عباسی هم از اهل بیت هستن، بنی حسن هم که بار دیگه از اهل بیت هستن، بالاخره این قیام هایی که میشه، درگیری هایی که میشه، سبب میشه که تعداد زیادی از آل بیت، از اهل بیت، خاندان حضرت حسن، فرزندان حضرت حسن به شهادت برسن. سال 656 هم که گفتیم که سقوط دولت بنی عباس بود. حالا در مورد ماه خود محرمی صحبتی داشته باشیم که ماه محرم رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش می‌فرمایند که بهترین روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه حرام هست، ماه محرم. ابوذر رضی الله عنه میگه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودم که میگه سوال کردم از رسول الله که یا رسول الله ای اللیل خیر، چه قسمتی از شب، چه پاسی از شب بهتر هست؟ فرمان که جوفو، در دل شب. بعد سوال میکنن که و ای الشهر افضل، چه ماهی بهتر هست؟ فرمان که افضل الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم، بهترین ماه محرم هست. که خب حالا این بعد از دیگه ماه مبارک رمضان هست. از مهمترین احکامی که ماهای حرام دارن و به خصوص ماه محرم اینه که فلا تظلمو فیهن انفسکم، در این ماه میگه به خودتون ظلم نکنید، در این ماه میگه به خودتون ظلمی نکنید. و گفتیم که ابتدای جنگ در این ماه ها حرام هست، یعنی که جنگ رو شروع کنن در این ماه ها حرام هست. پس ماهی است که ماه حرام هست، جنگ ابتدای جنگ در اون حرام هست، کارهای نادرست در این ماه ها هم خب سنگین تر هست دیگه. روزه در این ماه بهترین روزه سنت و تطوع هست. امام مسلم این روایت داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، بهترین روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه محرم هست، ماهی که شما اونو به عنوان
محرم معرفی میکنید و افضل الصيام بعد الفريضه قيام الليل، بهترین نماز هم بعد از فریضه چیه؟ بعد نمازهای فرض قیام اللیل هست. پس بهترین ماه بعد از رمضان ماه محرم هست. افضل الصيام بهترین روزه هم روزه ماه محرم هست. خب ماه محرم که روزه سنت هست دیگه، بعد از فرض صحبت هست، یعنی روزه رمضان فرض هست، اونچه که فرض هست اولویت داره دیگه. حالا ماه محرم آیا همش انسان روزه میگیرد یا بیشترش یا روز دهم؟ همین این احتمالات هست، یعنی چرا که در حدیث داریم که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگویند که رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه هیچ ماهی جز رمضان رو کامل نمی گرفتند و شعبان هم ماهی بود که بیشتر از باقی ماها روزه می گرفتند. بحث فضیلت هست افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، صحبت از فضیلت هست. پس صحبت از این که همش روزه گرفتن نیست، بلکه فضیلت روزه میگه در مجموع در ماه. مثلا روز عرفه به عنوان بزرگترین روز هست، اجرش از عاشورا هم بیشتر هست و از باقی روزهایی که سنت هست تأکید شده عرفه از همه مهمتر هست. اما صحبت روزه در ماه، در کل ماه هست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله جناب حسینی، وقت بخیر باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید. زنده باشین. جناب حسینی با توجه اینکه در ماه محرم به سنگواری سوالی از شما داشتم گوجه برای جواب بدید ممنون میشم. بفرمایید. دو دقیقه بیشتر نمونده، چرا زودتر تماس نگرفتید؟ بفرمایید. ما 4-5 درصد 10 درصد شما رو بینید. حالا هر وقت مونسته این جوابی برنامه بعدی بودش کنید. حالا حسینی سوالم از شما اینه. من بیشتر سلام و توجه بینید در ماه محرم هستیم. خواهد چرا صحابه رسول خدا امام حسین رو کربلا دعوت کردن و بعد ایشون رو تنها گذاشتن؟ دلیل این کار صحابه چه بود؟ این صحابه کی بودن؟ این صحابه کی بودن؟ یک دونشون رو از این صحابه که امام حسین رو دعوت کردن رو من معرفی میکنم، اگر نمیدونید انشاءالله یاد بگیرید. جناب آقای سلیمان ابن سرد خزاعی. دیگه همه بزرگان شما از دم اومدن گفتن ایشون از صحابه بود، از آقای مسلم نیشابوری امام مسلم صاحب صحیح مسلمتون بگیری تا آقای ذهبی، تا آقای مزی، تا آقای ابن اسیر جزری، تا آقای نبوی، همه گفتن ایشون صحابی بودن. درسته. بعد از این کی این جیش توابین کی بودن؟ نه من اشکال نداره دیگه. اشکال نداره. نگاه کن طریقه صحبت کردن شما یه بحث، اجازه بدید شما، اشکال نداره. صحبت کردن شما یک بحث علمی نیست. خب صحبت کردن شما یک بحث علمی نیست. ما انشالله فردا اشکال نداره اشکال نداره انشالله اشکال نداره اشکال نداره انشالله. آره. آیا سلیمان ابن سرد الخزاعی در خود کربلا حضور داشتند؟ سلیمان سرد در کربلا حضور نداشت. آها. من سوالم همینه، چرا امام نداشت؟ درسته. خیلی خوب انشالله اشکال نداره. ما فردا سوالاتی که متوجه شما میکنیم حضور داشته باشید، سوالاتی که جواب بدید. سوال
شما که الان اشکال نداره، من فردا میگم جوابش رو میدید، چون شما همیشه عادت دارید آخر وقت میایید که دیگه وقتی نیست انسان صحبت کنه، این عادتتونه، ترفندتون اینطوریه. این جرأتشو ندارید که ابتدای برنامه، شما الان ما نیم ساعت ربع ساعت میذاریم برای بیننده، شما دو دقیقه مونده میایید، همیشه برنامه‌تون اینطوری است، حتی آقای سجودی، برنامه آقای سجودی همه آخرین لحظه میایید میگید من الان اومدم. برنامه ریزی دینگونه است. آقا یه برنامه، دو برنامه، هر برنامه شما میایید آخر وقت میخواید سوال مطرح کنید که آقا جواب نمیدید، آقا فلان کنید. شما میخواید جواب داشته باشید، درست بیا صحبت کن، ربع ساعت قبلش بیا. من میگم که فردا انشالله همین هم انشالله من اجازه میدید، اجازه میدید، اجازه میدید. اشکال نداره، اشکال نداره، من فردا جواب میدم. من که گفتم جواب میدم، ما که جواب میدیم. اشکال نداره، اشکال نداره، نمیخواد، اشکال نداره. نامایی که نوشتید من قطعت کردم، چون که دیگه شما ترفندتون این گونه است، این جرأت ندارید که درست بیایید صحبت کنید. آخر وقت میاد، همیشه تو برنامه، همه برنامه خودم هست یا برنامه باقی دوستان، آخر وقت میایید، آخر وقت میاد که حالا خیال کرده وقتی میگیم که آقا شیعیان قاتلان حسین هستن، خب شما حسین رو کشتید، شما بودید که میخواستید حضرت علی رو به شهادت رسوندید، شما بودید که حضرت حسن رو میخواستید به شهادت برسونید، و همچنین الان گفتیم که چی جنایتی کردن در مورد اهل بیت، اهل کوفه، جز خیانت هیچی نداشتن. خب اینها پدران شما هستن که فکر، این فکر، فکر خیانت هست، و شما روایت هایی که میخونید همش خیانت هست، دعوت به خیانت هست. حالا این ما انشالله صحبت خواهیم کرد. سوالاتی هم که متوجه شما میشود از مجموع این حرکت هایی که میشه در مورد سلیمان بن سرد رضی الله عنه هم صحبت میکنیم. این چیزی نیست که ما اهل سنت گفتن، صحابی است دیگه، کسی کتمان نکرده، چیز جدید شما کشف نکردی. شما میخواد با این ترفند این لکه ننگو از تاریختون پاک کنید، پاک نمیشه. شما قاتلان حضرت حسین هستید، حالا به سینه میزنید برای جنایتی که پدرانتون کردن، بعد میگید که سلیمان بن سرد چرا این کار کرد. پاسخ خواهی شنید، ولی جنایتی که پدرانتون کردن، مؤسسین فکر امامت، در حق حضرت حسین و باقی اهل بیت رسول الله، چیزی نیست که شما با این شبه انداختن بخواید پاک کنید. نمیتونید پاک کنید. این لکه ننگ تو تاریختون هست، تو پروندهتون مونده. حالا هرچی بخواید به سر خودتون بزنید، بهت اهل سنت متهم کنید، این دیگه خوب خصلت پدران شما بوده، الان هم شما هم به ارث بردید دیگه. همین دروغ گفتن و متهم کردن و به سر و صورت زدن و از این حرفا. انشالله ما فردا سوالاتی که باید شیعه جواب بده در برابر آنچه که ادعا میکنند، آنچه که مفید و شیخ مفید و باقی و اینها نوشتند و توجیهاتی کردند و میگویند، جوابی که شما باید بدید، عقل به کار بندازید تا بدونید که واقعا چه کلاه گشادی سرتون رفته. تا فردا همه ما در حفظ و پناه خدا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.